بس بوده ایست دخی روزی در روز جان جان جل غر 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 گوش کن چی؟ من پدر شدم با تو حقی گب زدم ندارم بس بوده ایست دخی روزی در روز نصیحت نصیحت جوان با پدرش بحث کرد و میانشان صداها بلند شدند کمی ایست پسر با قهر از خانه بیرون شد و به خانه دوستش رفت. شب آنجا ماند، اما غم و اندوه قلب و عقل جوان را فرا گرفت. صبح شد و جوان به سوی کارخانه اش رفت. حکمت هست که گویند پدر راضی خدا راضی. شاید این پدر هم به دل زخم گرفته بود که این روز جوان و پیش پا خوردن ها و بنا برابری ها دوچار می شد. جوان این را پیخس می کرد و از دل می گذرانید. عاقبت مهر پدر در وجودش جوش زد، کار را یک سو گذاشت و جانب خانه روان گشت. شما خیلی راه ها رو تای کردن تا برای ما لقمه بیارید. اجازه میدید باید آن رو ببوسم؟ اجازت نمیدیم. گرچنده درست است، وقتا که تو کودک بودی تو رو بالای دستم میبرداشتم و پایهایت رو میبوسیدم. بچه‌ام! رنجش پدر را فهمیدن دشوار است، از این رو خیلی با دقت باش. اگر پدر در قید حیات باشد برایش چون عصای باش که قامتش خمی را نبیند و همیشه دعایش را بگیر. اگر از این دنیا رحلت کرده باشد پس تو برایش دعا گوی باش تا روحش از تو شاد گردد. پدر درخت است، گرچه میوه هم ندهد سایه‌اش بسنده است.